وطندارای عزیز، سلامتی خداوند پادشاه، سلامتی عیسی مسیح که شما باشد در جای کسین. خداوند شکرگزار هستم بر یک وقت دیگه، یک موقع دیگه که خداوند بر ما عطا کرده تا که به حضور خداوند بیایم. خداوند شکرگزار باشم با تمامی دل و جان. خداوند شکرگزار باشم به خاطر از اینکه او بر ما امروز باز نفس زندگی را داده. نفس زندگی دادن و زیستن در این دنیا به این معنا نیست که تکلیف ها دیگه مرا ایلا کردنی. در حقیقتش در زندگی خود ما تکلیف ها زیادتر شده راییست. از زمانی که ما ایمان آوردیم، ما به یاد ما میارم در زمانایی که ما در کوچه ها در سرک های دیلی جدید زندگی میکردم. ما ایرم برتان بگیم که ما در سرک ها زندگی میکدم. بسیار وقت مرا شبها در پیاده روی ها خو میکدم. زمانم در یادی من میایه، زمانی در یادی من میایه که وقتی که ما نو ایمان بودم، به عیسی مسیح ایمان آورده بودم، وطندارای خود ما، بله وطندارای خود ما که یکشان هزارگی بود، دیگهشان تاجک بود، یا مرا از اتاق بیرون کدن به خاطر ایمان ما. اول خیال کردن ریشخندی میکنم و که من به عیسی مسیح ایمان آوردم، بعد از اینکه دیدن که اوی مردکه خود جدیست، کم بود لطکو بی مرمو وقت بیرون کنه که صاحب خانه این دوی ما یک کمی میانجگری کرد و مرا از قات خود بیرون کردن. خلاصه از قات آیا که ما بعد از اون لطکو بی یک لطکو خوردیم که بیخی از یاد مرفته که شمار لطکو خوردای ما چقدر است. و اما من برتان یک چیز میگم که من وقتی که بیاد میاریم امو زمانی که لطکوب زیاد میخوردم، امو زمانی که تغییر میشدم، بزبازو که دیگه بچه های افغان که وا مقصد داشتن از خاطر از اینکه گفت که برو اینی مردکه که اصلا مسیحی شده شاید ما را کلیسیه ها وصل کنه، از امی تاریخ ما را بتانه بکشه از هند، آمریکا و کانادا و فلانی و بیمدانی ببره، از این خاطر وا کت خود جای داده بود. صبح های بسیار وقتی که من بر دعا بالا میشدم، صبح بسیار وقت بر دعا بالا میشدم. حالا من عادت من از ساعت 5 صبح نمی وقتا من بیدار میشم که کاملا تاریک است، همسای ما کاملا از یک سر خواب هستن، هیچ کسی بیدار نیست و من بیدار میشم و بعد خواب نمیرم. خلاصه
میخیزم دعا میکنم، کتاب مقدس میخوانم، باز یگانه کاسیگکای خود میکنم پیش روی خانه ما یک تشکک او ماندیم که دو گنجشکا و می مرغا و دیگه و دیگه هم یک کبوتر و بعضی مرغای عجیب و غریب دیگه ای که قبلا من نیده بودم، یا می آین و او بازی می کنن و او می خورن. من همو این می برمه یک ساتیری شده، یک چیز شده که خوش من می آیا و این مرغا می آیا و بیت می خونه و من مکسایشان رو می گرم، ویدیویشان رو می گرم که از طریق زمین عکاسی است که بعضی از ویدیوهایی که شما می بینین البته از طریق از این برنامه و بعضی برنامه های دیگه خداوند اینمی چیز برای ما داده. دیگه کدام استعداد خو ندارم، امی عکاسی و ویدیو یکان زرگه که استعداد دارم اونم رو استفاده می کنم و تا که دل خودم هم خوش شود، دل شما وطندار هم خوش شود. مقصد من ایسته که زمانی که من در هند بودم، زمانی که در زیر لتوکو بودم، در زمانی که در مشکلهای بسیار زیاد بودم، آل فکر میکنم که من در امریکا هستم، عالم مصیبت ها مر اعلان نکده بلکه زیادتر شده رئیس. او زمان ها بهتر بود، او زمان ها بسیار بسیار بهتر بود. این صبح صبح بسیار وقت ای ساعت 4:20 صبح گل صبح دیگه نصف شب بگی بیخی تاریک بیدار شدیم و صاحب حرکت کردیم یک 35 دقیقه 40 دقیقه دور جای ما یک شهرک دیگه است، دوجه کتی برادر لطیف عزیز، کتی دکتر مارکو، کتی یک برادر عزیز دیگه ای که من نامشان نمیگیرم، که چون رفتیم دوجه کلیسیای سفید پوستای آمریکایی، دوجه برای ما وقت داده بودن که صحبت بکنیم تا که از مسائلی که در افغانستان است و را آگاه کنیم، تا که وا بتانه بر مردم افغانستان دعا کنن و اگر کمک بتانن و غیره. این از همین خاطر رفته بودیم. من برشون گفتم که عیسی مسیح ما را در این دنیا از خاطر از این نمونده که ما بلو دیگه دنیا گل گلزار است و خوش باشیم، ما رو بر خوش باشی نمانده عیسی مسیح، ما رو بر شادمانی مانده. در شادمانی زجر، شکنجه و مصائب و مشکلات تمامی از این چیزا هست. عیسی مسیح آمد و او خودش تمامی این از همین چیزا را متحمل شد، و اما با ای که او متحمل از این رنج ها و عذاب ها و درد ها شد، او برای ما راه نجات واز کرد که خودش است. از طریق او ما اینال امید زنده داریم که یک روز اینمی دنیای مصیبت، اینمی دنیای مشکلات، اینمی دنیای دربدری رو اعلام میکنیم، میریم آسمان در جلال خدا، دیگه اوجا مصیبت نمی باشه، غم نمی باشه، گریه نمی باشه، درد نمی باشه، رنج نمی باشه، تمامی از این مشکلات نمی باشه. اما تا زمانی که ما در اینجا هستیم، این دنیا دنیای رنج، دنیای عذاب، دنیای مشکل، دنیای مهاجرت، دنیای غم ها است. باور کنین بسیار پولدارای کلان کلانم خودکشی کردن و از این دنیا رفتن و با رنج و درد رفت. اگر نرفته کسایی که بسیار مشهور بودن، وام بالاخره عمرشان تا آخر رسیده و بالاخره این دنیا را ترک کردن و از اینجا رفتن. در این روزا در مورد ملکه بریتانیا الیزابت دویوم گویگیر است، تمامی دنیا اخبارا را که واز کنی، اینترنت را که واز کنی، تک تاک را که واز کنی، هر کسی از در دنیا گپی میبره. بعضی کسا میگه که کلونیالیست بود و صاحب یکقدر مردم و دیگه و دیگر رنج داد. بعضی ها بسیار تعریفش هم میکنن در امریکا و اروپا و در پاکستان و در بسیاری کشورهای اسلامی بسیار هم تو تعریفش هم میکنن. رؤسای جمهور صاحب تعزیت فرستادن و کته مردم بریتانیا، کته خاندان شاهی هم دردی کردن و غیره و غیره. ای که خود ملکه الیزابت حکم کرده باشه که علی اینی رو غلام بگی و نور غلام بگی، ای را نکده. ای همو ایست اندیا کمپنی که بود در او زمانا، او یک سیاست بسیار موتور خطرناک و خصمانه دیگه و دیگه ای داشت که تمامی از یا البته خاندان شاهی هیچ قدرتی از خود ندارن، سیاست مدارای هستن که با قدرت دارن و غیره خلاصه. و اما آیا ملکه بریتانیا
یک مسیحی بود، ما یقین داریم که بود. او یک شخصیت بسیار خوب و یک شخصیت بسیار همونطور باوقار داشت و ما از اینکه ما صفحات تاریخ واز کنیم ایرم میفهمیم که زمانی بود که با ملکه برتانیا با بیلی گراهام هم ملاقات کرده بود و ملاقات یک روزم نه بلکه فکر میکنم ملاقات یک دو سه روزه شاید داشته بوده و در مورد زندگی، در مورد خدا، در مورد کتاب مقدس، در مورد حیات ابدی صحبت کرده که در یک سریال به نام The Crown ای واضح میشه، واضح تر میشه که در یکی از اقساط امی سریال کراون ما میبینیم که بیلی گراهام میایه، کتی بیلی گراهام صحبت میکنه. بیلی گراهام در مورد عیسی مسیح و نجات از طریق عیسی مسیح، در مورد گناه، در مورد هر چیز که تزی صحبت میکنه. بیلی گراهام یک مبشر مسیحی بود، یعنی او قدر قدرتمند او وقت و قدر مشهور هم نبود، نه او مشهورک شده بود که صاحب ملکه برتانیا او را خواست وقتی که برتانیا رفته بود و امی الیزابت دویم خواسته بودشه در مورد زندگی صحبت کرد. ملکه برتانیا در او وقت قدرتش بسیار بسیار زیادتر نسبت به آلی بود و آلی هم البته نه تنها ملکه برتانیا، ملکه برتانیا و وقتی که ما گریت بریتن میگیم اینمی شامل The United Kingdom که میگیم شامل بسیار از کشورهای قرب و جوار می باشه که ویلز است و صاحب سکاتلند است و خلاصه انگلند است و بعضی جای دیگه است و بعضی ریزه ریزه آیلند ها مثل آیلند جرسی و غیره هم هست که حکم روای تمامی از یا نه تنها از یا بلکه او همچنین ملکه البته ملکه به طور از اینکه همون تو یک چی باشه میگم چی یک کلمه ای است که ما میخواییم که بیاد بیاریم کلمه دری تشریفاتی کلمه تشریفاتی رو میخواستم در یاد بیارم. یک ملکه تشریفاتی بود که من جمله کشورهای بسیار بسیار کلان دنیا است، از جمله استرالیا است و کانادا است و نیوزیلند است و بعضی کشورهای بسیار دیگه است که ایره کامن ویلت میگن و یا اقتصادی کامن و یا اقتصادی و یا بودجه یک جایی یعنی حکم روای از یوم بود. و اما چیست؟ ملکه برتانیا درگذشت، این دنیا را ترک گفت، رفت. اگر واقعا ملکه برتانیا به عیسی مسیح ایمان آورده، امروز او پیش عیسی مسیح است. ملکه برتانیا هیچ گناهش کمتر از یک شخص دیگه نبود، او هم گناهکار، او هم مجبور بالاخره سر به سجده به پادشاه پادشاهان عیسی مسیح بکنه. کلام خدا میگه هر زانوی خم شود، هر زبانی بگوید که عیسی خداوند است. چه نوشته است اینجا؟ بی بی سی، صفحه بی بی سی فارسی است. بی بی سی که است یک رادیو و تلویزیون دولتی برتانیا است که البته مربوط به ملت است، مربوط به مردم است، پبلیک سرویس که میگن از اموست. لحظه ما از اموج ایره میگیرم از بخش فارسیش. خاک سپاری ملکه الیزابت و کجا برگزار خواهد شد یک جای دیگه ایجا نوشته است. در وقتی که البته فوت میکنه در ایجا چی نوشتم؟ در گذشت ملکه الیزابت دیوم، این لحظه ای است که تاریخ متوقف میشود. بسیار کلان نوشته کده. همین کسایی که نوشته میکنن هم بعض وقتا فکر میکنن و اما بعض وقتا فکر نمیکنن که نوشته میکنن. تاریخ متوقف نشده هیچگاه، مثل که در اینجا نوشته است در گذشت ملکه الیزابت دویم این لحظه ای است که تاریخ متوقف میشود. نه تاریخ جاری است، تاریخ روز میشه و شو میشه و دیگه روز میشه و دیگه شو میشه و دیگه روز میشه و دیگه شو میشه و دیگه روز میشه و دیگه شو میشه و تو روان دوان است. چیزی که تغییر میکنه ما هستیم، چیزی که تغییر میکنه ما هستیم. تاریخ نویس خداست، تاریخ در دست خداست، او توقف نمیکنه هیچ،
او توقف نمیکنه، نویسنده از او خداست و دمابین از او نویسندگی ها در روند تاریخ، در گوش کنین، در روند تاریخ، در روند تاریخ ملکه الیزابت یکی از او بود که درگذشت. تاریخ جاری است، تاریخ متوقف نمیشه، مثل از اینجا، مثل از اینکه در اینجا نوشته است در گذشت ملکه الیزابت دوم، این لحظه ای است که تاریخ متوقف می شود. هرگز متوقف نشده تاریخ، تاریخ جاری است، اما ملکه رفت. تاریخ جاری است، شما یک روز میرین از این دنیا. تاریخ جاری است، من یک روز میرم، بلکه یک لحظه بعد شاید برم، بلکه در دوران این زمین برنامه ای که من دارم، سکته مغزی قلبی و هر چیزی که میایه، یک دنه یک موت، یک زلزله خطرناک شاید بیایمی. خداوند همسایه ما را نگاه داشته باشه. من برای خود میگم که خانه کربه میکنه سر ما و بره که نمیری، پشت کلاه خود میرم. فامید یعنی دیگه تاریخ متوقف نمیشه، بلکه ما توقف پیدا میکنیم. کسی دیگه ای هم فوت کرد، یک سال پیش بود یا یک نیم سال پیش بود، البته شما شاید در مورد عرفان خان شنیده باشین، یک اکتور و یا یک فنکار بسیار اموتور معروف هندوستان که نه تنها در بالیوود بلکه در هالیوود هم مقام خود بسیار کلان داشت، که حتی در فیلم های مثل Life of Pi کار کرده بود و فیلم های بسیار مشهوره Life of Pi، بسیار همونطور برنده جایزه های بسیار کلان جهانی بود و یک فیلم بسیار عالی و پر از فلسفه زندگی است. نه تنها او، بلکه یکی از فیلم های چی میگنم، اون فیلم های دایناسور و دیگه و دیگه که از جوراسیک پارک هم کار کرده بود، بسیار همونطور کار کردگیش هم بسیار همونطور تعریف شده بود. در اینی مقاله ای که شما ایجا در دکن کرانیکل میخوانین، ایجا دکن نوشته که در اصلش دکن است، دکن در لسان سانسکریت و یا هندی دکن و یا میشه جنوب، 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 کرانیکل جنوب، یعنی اخبار هندی است. ایره ما ترجمه هم کردیم برایتان، اگر شما در ترجمه گوگل برین، کلگی هم یه ویب سایت هایی که هست، هر کدام ویب سایت هم مطابق خاص زبانه که شما میخواین میتونین تمامش ترجمه کنین. نمور من این عزیزه عزیزه در اینجا ترجمه کنیم. این عرفان خان در مورد مبارزه با سرطان صحبت میکند، یادداشت صمیمانه از لندن میفرستد. عرفان خان در این مقاله یک چیز بسیار بسیار جالبه میگه که توجه و طلب است، بسیار لازم است که ما توجه بکنیم به این. میگه که من در ترینی که سوار بودم و یا در قطاری که سوار بودم یک بار استاد شد، ترین جاری بود و اما ترین ما یک بار استاد شد. قبل از اینکه فوت کنه عرفان خان، متاسفانه نسبت به سرطان بسیار خطرناکی که داشت، در اون زمان که عرفان خان فوت کرده بود، من در یک از برنامه های خود در موردش صحبت کرده بودم. و اما ما ایجا میخواییم که براتون بگویم فرق بین از این مقاله و از مقاله ای که در ایجا بی بی سی داده، جانی دایموند ایرنشته کده، این گزارشگر سلطنتی بی بی سی، گزارشگر سلطنتی بی بی سی. و البته این بر از او واقعا یک چیز بسیار عمود است که ملکه الیزابت مرد و تاریخ توقف کرد. نه، تاریخ جاری است و اما به گفته عرفان خان چی؟ در روند تاریخ ترین ما، در روند تاریخ ماشین ما، در روند تاریخ زندگی ما یک بار توقف کرد، یک بار توقف کرد. زندگی ما هم یک روز توقف میکنه، از شما هم یک روز توقف میکنه. و اما پیش از این توقف زندگی در روند تاریخ، متوجه، در روند تاریخ جاری است، در روند تاریخ، پیش از اینکه ترین ما و شما توقف کنه، زندگی ما و شما توقف کنه، ما از نگاه قربت، از نگاه
نزدیکی از نگاه رشته ما با کسی که زندگیش هرگز توقف نمیکنه و اگر زندگی ما در دست از او باشه زندگی ما هم هرگز توقف نمیکنه، همی جاری میره. مثل زندگی عرفان خان واری توقف نمیکنه، مثل زندگی ملکه الیزابت واری توقف نمیکنه، بلکه اگر ما به این کسی که او ازش زندگی جاری است و نام خودش زندگی است، حیه اردلسان عبرانی میگه فصل 3 آیت 14 کتاب خروج نوشته است، خداوند خدای ما، خداوند یهوه به موسی میگه برو بر مردم بگو ما هستم که هستم فرستاده. اونمو کلمه حی است که ما ازش یهوه را گرفتیم و معنای عزیز حیات و یا زندگی، کسی که ازش زندگی جاری است. اگر زندگی خود ما تسلیم از او، از کسی که تمامی حیات جاری است بتیم، ما مرگ نداریم، ترین ما توقف نمیکنه. و اما قسمی که ایجه نشته است، ملک الیزابت دیوم این لحظه ای است که تاریخ متوقف شد، تاریخ هیچ متوقف نمیشه، فهمیدی؟ و لازم نیست که حتی ما با ای جاه و جلالی که ملکه الیزابت تدفین میشه و امی ده روزی که رسم یا گرفته که این ده سه‌شنبه 13 سپتامبر چی میشه، چهارشنبه 14 سپتامبر چی میشه، پنجشنبه 15 سپتامبر چی میشه، جمعه 16 سپتامبر چی میشه، شنبه 17 سپتامبر چی میشه، یکشنبه 18 سپتامبر چی میشه، دوشنبه 19 سپتامبر چی میشه و بالاخره او دفن میشه، او دفن میشه، به خاک یکسان میشه. کلام خدا چی میگه؟ میگه که از خاک تو را ساختم و به خاک بر میگردی. آیا خاک ملکه الیزابت یک خاک بسیار تبرکتر، بهتر و کاکتر و گل و گلزارتر میشه، میباشه به نسبت یک خاک یک غریبی که فوت میکنه امروز؟ هرگز نه. هر دو تایش کرم میخوره و بالاخره در خاک یکسان میشه، هم یک رقم است. اگه سیلاب میه، یک سیلاب میتونه یک زلزلوار میه که قبرا میده شه و سیلا و تمامی چیزها رو دیگرگون کنه، استخوانای ملکه الیزابت و استخوان یک غریب هر دو تایش کسته در خاک یک جای میشه و قاطی پاتی و معلوم نمیشه که در کجا رفت. و اما کسی که به خداوند امید داره، کسی که به خداوند باور داره، کسی که به عیسی مسیح ایمان میاره، زندگی از او توقف نمیکنه، جاری میباشه، جاری میباشه و هرگز هرگز توقف نمیکنه. ما خدای را عبادت میکنیم که برای ما ایرا واضح میکنه که زندگی ما چطور هست، زندگی ما به چی ترتیب هست. بیاین یک سرود میشنیم، باد از این سرود، زیادتر در مورد عظمی صحبت می کنیم. عیسای خداوند کوهم و کتل دارم، عیسای خداوند هم و کتل دارم، دستگیر کامل را دهر زی ازل دارم، دستگیر کامل را دهر زی ازل دارم. شفقتش شود دل را آرزوی دیرینه، اگر من سر دهم در راه او ای نوید، نباشد هیچ پشیمانی که پس من زنده یا زادم. شفقتش شود دل را آرزوی دیرینه، آسمان مسکنش
منزل ابد دارم دستگیر کامل را نهر زیزل دارم درد و سوز که از اول گرد و دور و همره بود لحظه ندانستم رحمتش وطن دارم دستگیر کامل را در زی ازل دارم برای فخر که کرد است و شیطان بی جا که با روز قیام بشکست زورش هرچی حاصل داشت باطل است هر فخر قبر و موت و تاریکی نور الفتش همره حال نی اجل دارم دستگیر کامل را ازل آمین آمین دستگیر کامل را دهر زی ازل دارم از دوران ازل من ای دستگیر کامل دارم و اگر ایمان دارین به ای دستگیر کامل در ابد شما را میبره زندگی تان توقف نمیکنه تاریخم برتان توقف نمیکنه ترین تان هم توقف نمی کنه بلکه زندگی تان ادامه پیدا می کنه یکی از بهترین مبشرین کلام مقدس خدا دوایت لیمن مودی یک مرد خدا بود که در امریکا گذشته در سالها دهه های گذشته گفت اگر در اخبارها سبایی چاپ شوه که دوایت لیمن مودی دیگه رفت فوت کرد گم خلاص شد مرد باور نکنین اونمو روز روزی اول زندگی ما روزی آغاز زندگی ما است برای کسی که به عیسی مسیح ایمان داره زندگی ما توقف نمیکنه ترین ما توقف نمیکنه تاریخ برای ما توقف نمیکنه بلکه تاریخ جاری است خدای ما خدای تاریخ است خدای ما حیات بخش است کلامش برای ما حیات بخش است و ما به خدا و به کلامش باور داریم و وقتی که به او ایمان میاریم عظیم میگذاریم زندگی انسان اما چطور ایره موسی برای ما واضح میکنه ما میخواییم اول ایره به زبان پشتو میشنویم یک جای ایره ما از کتاب مقدس که در آنلاین پیدا میشه bible.com از اوج گرفتیم اگر شما ندارین شما میتونین که از طریق نزی صفحه به ما برتون به آسانی تمامی از این چیزها را انداختیم که شما بتانین البته این صفحات را بگیرین من پایین میکنم کمپیوتر را که شما این را واضح ببینین کتاب مقدس به زبان فارسی به زبان پشتو به زبان هزارگی به زبان دری در اینجا هست و فلحال ما میخواییم که میره به زبان پشتو اول بشنویم بعد از او به دری میخونم متوجه کنید در مورد زندگی انسان و خدا صحبت شده در مورد خدا کیست و انسان کیست و چرا ما به خدا توکل کنیم ایره گوش بگیریم حالا پشتو گوش میگیریم با مو زبان شیرین پشتوی پشاوری پشتوی پشاوری پشتوی افغانی نیست البته پشتوی پشاوری است گوش بگیرید خوب زبور شریف نویم ده حضرت موسی دعا ای مالک او پاک خدای تو همیشه زموږ د اوسیدو ځای نسل در نسل پوری د دې نه مخکې چې لا دې غرونه پیدا کړي نو او نه دې لا ځمکه او دنیا پیدا کړي وه ته خدای پاک یې د ازل نه تر ابده ته بیا بني آدم د خاورو سره خاورې کړې
ورته وایي چې ای فانی انسانه واپس خاورې شه، ځکه ستا په نظر کې زر کاله داسې دي لکه یو ورځ چې تیره شوي وي او یا د شپې یو پار چې تیر شوي وي. ته انسان د مرګ په خوب اوده کوې او دوی لکه د تازه ګیا په شان په سهار کې راټوکیږي. په سهار کې راټوکیږي او تازه وي، په ماښام کې مړاوې شي او وچ شي. ستا غصې مونږ ختم کړي یو او مونږ ستا قهر ورخطا کړي یو. زموږ ګناهونه دي په خپل مخ کې ایښې دي، زموږ پټې خطاګانې تا ته ښکاره دي. زموږ ژوند ستا په قهر کې تیر شو، زموږ ژوند په آهونو کې ختم شو. زموږ د ژوند موده اویا کاله وي او که مونږ طاقت ولرو نو اتیا کاله به وي. خدا ټول په خفګان او تکلیفونو تیرو او دا زر تیریږي او مونږ ترې نه فنا کیږو. ستا د غصې زور چا ته معلوم دی؟ ځکه چې ستا غصه دومره لویه ده څومره چې ستا نه یره پکار ده. ته مونږ د خپل ژوند د لنډوالي نه خبر کړه تر څو چې مونږ په عقلمندۍ سره ژوند وکړو. ای مالکه خدایه، راشه دا به تر څو پورې وي. په خپل خدمتګارانو باندې رحم وکړه، رحم وکړه. مونږ دې په خپل ابدي مینه باندې په سهار کې ماڼه کړه تر څو چې مونږ د خوشحالۍ سندرې ووایو او ټول عمر خوشحاله شو. خوشحاله شو څومره چې په مونږ سخته وه، مونږ ته دومره خوشحالي راکړه. چې څومره عمر زمونږ په غم و دومره خوشحالي راکړه. ستا ټول کارونه دې ستا خدمتګارانو ته ښکاره شي. ستا جلال دې پاکه خدایه د دوی بچو ته ښکاره شي. ای مالکه خدایه، پاکه خدایه، ستا جلال دې په مونږ را نازل شي. زموږ د لاسونو کارونه مونږ ته مضبوط کړه او زموږ د لاسونو کارونه لا کامیابی ورکړه. آمین، آمین، آمین. ای خداوند دعای ما را گوش کو. ای خداوند واقعا زبور شریف دعا میکنیم. خداوند عزیز دعا میکنیم که واقعا زبور شریف چیزا نویم پوره شود در زندگی کلگی ما. بسیار مهم است که ما سر ازی توجه بکنیم، به خاطر ازی که امیجا که موسی مرد خدا دعا میکنه میگه ای مالکه او پاک خدایا، تا همیشه زموج د اوسیدو زایی، تا همیشه د زموج د اوسیدو زایی. آیا تاسو واقعا پده باور لری چه خدای چه سختن تعالی ستاسو حقیقی اوسیدو زایی دی؟ موج د عیسی مسیح مومنین موج داوایو پده ایمان لرو چه زموج جوان د خدای پلاسونه که دی. موج تا خدای تعالی دا اختیار او دا نعمت را کرده دی. ایست چیزی که خداوند بر ما عطا کرده. عینی کلام ما میخواییم که به زبان هزارگی برتان بخونم. عینی کلام ما میخواییم که به زبان هزارگی بخونم. بسیار مهم است که ما کلام خدا به زبانهای خود، به لهجه های خود بخونیم، تا که بهتر کلام خدا را درک بکنیم. و خدا را شکر که کلام خدا امروز محیاس برای ما به زبانهای خود ما و شما. دعای موسی مرد خدا: یا مولا، یا مولا، تو بلدی از مو در پگ نسلها پناگاه مو بوده، پیش از ایکی کوها پیدا شونه یا زمی و دنیا را آست کنی. از ازل تا ابد تو خدا هستی، تو انسان را پس در خاک ریمونی و مگی ای بنی آدم پس در خاک بری. هزار سال در نظری از تو رقم دیروز است که تیر شد، یا رقم یک پیره شاو، رقم سیل اونا را موبری، اونا رقم خاولی است، رقم علفی که در غیت صبح بر بشه، صبح سوز کده بر مشه و شام پج مرده شده خشک مشه. چون مو در وسیله قار تو نابود مشی و در وسیله غضب تو وحشت زده مشی. تو خطاهای مو را در پیش روی خود اشته
و گناهای تاشکی موره ده روشنی یه حضور خو. چون تمامی روزای مو زیر سایه قاری تو تیر موشه و سالهای عمر خوره، رقم یک آه کشید و تیر مونی. روزای عمر مو 70 سال است و اگر قوی بشه 80 سال، لیکن زوره از وا تنها زحمت و غم است. اونا در زودی تیر موشن و مو پرواز مونی. اره روزهای از مو در زودی تیر موشه، یک روز مو پرواز مونی. کجا پرواز مونی؟ این مهم است که سرشی غور کنی، این غور طلب است. کی است که زور قار تو را پی ببره و غضب تو را در اندازه ای که باید از تو ترس داشته باشه؟ ترس خدا خیلی اهمیت داره بلده انسان. پس دزمو یاد بدی ای خدا، بس دزمو یاد بدی که حساب روزای عمر خوره بگیری تا یک دل دانا حاصل کنی. ای خداوند سنمو پس بیاد. تا چی وقت خود را دور میگیری؟ در خدمتگارای خود دل سوزی کو. در غیت صبح مورا از رحمتی از خود سیر کنو. تا در تمام روزای عمر خو سرود خوشی بخوانی و خوشحال بشی. در عوض روزایی که مو را گرفتار مصیبت کردی و در عوض سالهایی که مو بدی و بدبختی را دیدی، خوشحالی نصیب مو کو. بلکه کارهای عجیب تو در خدمتگارای تو معلوم دار شنه و بزرگی و جلال تو بلده اولادای از وا. بلکه لطف خداوند خدای مو دبله مو بشه. ای خداوند کاری دستای مو را بلده مو کامیاب و پایدار کو. اره کاری دستای مو را کامیاب و پایدار کو. چه قص خوب است که اگر مو در مورد چیزی که قد دست از خود کار مونی، قد اقری از خود منگرنی، قد گوش های از خود گوش میگری، قد از پای از خود را موری، ششتوی از مو، خیستوی از مو، تورگویی از مو، دیدگاه از مو، کلشی مطابق اراده خدا بشه، چقدر خدا جلال میفه ازی. ایرمو باید داشتی توجه داشتشیم. لازم است که سر ازی طوره مو گوش بگری و پی ببری و ایره خوب پی ببری. لازم است که ایرمو پی ببری. اینال ایره در زبانی دری گوش میگریم. گوش بگیرین که کلام خدا در اینجی دزمو چی مگه. ما مورم در موی سه که کلام مقدس خدا زبور شریف زبور نود است. و اگر وطندارای عزیز ما شما اشتیاق ازیر دارین که به زبان دری بشنوین، خواهش میکنم که به کلام خدا گوش بتین. ببینید کلام خدا در اینجا چی میگه. البته آدیویش در اینجا نیست. خدای جاودان و انسان فانی. بسیار لازم سر ازی غور کنیم. اینجا در بالا موضوعش داده خدای جاودان و انسان فانی. خدا جاودان است، ما فانی هستیم، ما میریم، تیر میشیم، در گذر هستیم. عرفان خان مرد، ملکه الیزابت مرد، بسیاری کسای دیگه مرد، کلان کلان آدمایی که صاحب دنیا را تسخیر میکردن تمامیشان مرد. چنگیز خان مرد، هتلر مرد و اسکندر مرد. چی میگه یک شعر اردوست در مورد اسکندر مقدونی بچه فیلپس؟ چیست این شعر؟ در لسان اردو میگه که بگرد گیا و باغ جسم لاک مالی ته، خراب شد آن باغی که در آن یک لگ مالی و یا یک لگ کارگر بود، کار میکرد در او باغ. سکندر جب گیا دنیا سه، وقتی که اسکندر از دنیا رفت تو دونو هات خالی ته، هر دو دستش خالی بود. و ما اسکندر به عیسی مسیح ایمان نداشت، او خالی رفت. ما کسانی که به عیسی مسیح ایمان داریم دست خالی نمیریم، ما روح خالی نمیریم، ما جسم خالی نمیریم، ما ملبوس با لباس جلالی
در حضور خدای پدر ایستاده میشیم یک روز. گوش کن کلام خدا را. دعای موسی مرد خدا: ای خداوند، پناهگاه ما در جمیع نسل ها تو بوده ای. در جمیع نسل ها پیش از آن که کوها به وجود آید و زمین و جهان را بیافرینی، از ازل تا به ابد تو خدا هستی. انسان را به خاک بر میگردانی و میگویی ای بنی آدم رجوع نمایید، پس برگردید به خاک. هزار سال در نظر تو مثل دیروز که گذشته باشد و مانند قسمت از شب است. تو به زندگی انسان دفتن خاتمه میدهی، دفتن خاتمه میدهی. عرفان خان چی گفت؟ گفت که ترین مامی تو میرفت یک دم توقف کرد. در مورد ملکه الیزابت چی نشسته کده مردکه؟ که تاریخ توقف کرد. روزی که تاریخ نه توقف نکرد، ملکه الیزابت توقف کرد، مرد، پشت کلاه خود رفت. لیکه خدا را شکر ما بسیار زیاد چندیم که به عیسی مسیح ایمان داشت، حال در جلال پیش خداوند است. کتی دیگه کسایی که غریب بودن به عیسی مسیح ایمان آورده بودن، و کسایی که مثل ملکه الیزابت بود، هر دویشان در حضور خداوند سر به سجده هستن، هر دویشان در جلال خداوند هستن، جایی که درد، رنج، مصیبت نیست. همین ملکه الیزابت هم بسیار دردها و رنجهای زیادی دید، از حتی از دست بچه‌های خود، نواسه خود. یک از نواسایش که از چیزای بد و با کسافات در مورد نوشته کرده، نمی پرنس هری که میگه، شاهزاده هری و غیره، و عروسش هم به همون ترتیب برخلافش. یه تمامی دردها است که یک کسی که مادر کلان باشه بشنوه. بسیار دردهای زیاد است وقتی که اولاد آدم برخلاف آدم گپ میزنه. این آسان نیست، این بسیار درد کلانتر از شمشیر است، درد کلانتر از این که ما را سردار کسی آویزان کنه، درد کلانتر است. دردهای خود داشت و اما رفت از این دنیا. ما ایمان داریم که پیش عیسی مسیح رفته. شما هرچی که ایمان دارین او به شما مربوط است. انسان را به خاک برمیگردانی، ملکه الیزابت را به خاک برمیگردانی، عرفان خان را به خاک برمیگردانی، تمام انسان ها را، حسین اندریاس را به خاک برمیگردانی یک روز و میگویی ای بنی آدم، ای حسین اندریاس، به خاک برگرد، رجوع نما. یک روز پیش خدا باید ایستاد شویم، یک روز باید ایستاد شویم. هزار سال در نظر تو مثل دیروزی که گذشته باشد و مانند قسمتی از شب است. تو به زندگی انسان دفتن خاتمه میدهی و عمر او مثل یک خواب کوتاه و مانند یک گیاه زود گذر است. عرفان خان بسیار خوب گفته بود در مورد زندگی خود که ایرا ملکه الیزابت گفته نتانسته بود. او بارها در پیام های کریسمسی خود گفته بود که اما ایمانی که ما به عیسی مسیح دارم برای ما ایره تسلی میده. بارها پیام های کریسمس اگر بشنوین از ملکه الیزابت همیشه ایره تکرار میکنه. اینجا است که تاریخ توقف نکرد، در روند تاریخ که جاریست. ملکه الیزابت هم رفت پیش خدا اگر واقعا ایمان داشت به عیسی مسیح. من نمیگم که حتما داشته، خبرش نداره آدم که کی ایمان داره کی نداره، و اما او خودش میفهمه ایره. و اما عرفان خان میگه از من توقف کرد، چون ما میفهمیم که عرفان خان به خدای زنده باور نداشت، باور نداشت. اگر در آخرین لحظه زندگی خودم و آخرین یک دقیقه نیم دقیقه که مانده به عیسی مسیح ایمان آورده، او هم پیش خداوند هست. من ایره قضاوت نمی کنم، اما مطابق کلام خدا کسی که به عیسی مسیح ایمان نمیاره و در جلال خداوند داخل نمیشن. خلاصه گپ این: صبحگاهان میشکوفند. زندگی انسان چیست؟ کوتاه، مثل گیاه زود گذر. صبحگاهان میشکوفند و میروید و شامگاهان بریده و پژمرده میشد. غضب تو ما را نابود می سازد، غضب خدا. ما باید از قار خدا آگاهی داشته باشیم، از ترس خدا آگاهی داشته باشیم. من یگان تا مسیحی را متاسفانه می شنم که خدایی فلانی مذهب و بیمدانی مذهب ازش ترس می خوردیم، حال دیگه ترس نمی خوردیم. نه، من ترس می خورم از خدا. کلام خدا برای من بار بار میگه که از خدا بترس، بار بار تکرار میکنه و این حکم است. ای ترس خدا برای ما حکم است. این نیست که ما یک چی داشته باشیم، یک لحاظ داشته باشیم برای خود. میگه نه خیر است، یمی تو اما تو خدا، اما تو میگه خدا، اما تو نمیگه.
خدا اما تو نمیگه. و یا کسایی که میگه خدای یازواکی است، خدای قهار است، از ما نیست. نه، خدای ما قهار است، خدای ما جبار است. کلام خدای را میگه، من نمیگم. حسین اندریاسی را نمیگه، او دیر قهر میشه، اما از قهر خدا، ای خدا خودت مگر ما را نجات بدی. کلام خدای را واضح میگه، غضب تو خدا قهر میشه، در غضب میباشه، ما را نابود میسازد. و خشم تو، یعنی خدا خشم داره، قهر داره، ما را به وحشت میندازد. ما حتی نمیفهمیم که رای گریز در کجاست. اما پیش از این که تمامی از این قهر خدا بیاید، خشم خدا بیاید، ما باید ترس شیرین خدا را در دل خود جای بدیم، به او احترام بگذاریم و به او ایمان بیاریم. زیرا که تمام روزهای ما در خشم تو سپری شده، یعنی که شده. ای کلام خداست، من نمیگم، حسین اندریاس نمیگه، ای کانال محبت نمیگه، کلام خدا میگه. زیرا که تمام روزهای ما در خشم تو سپری شد و سالهای خود را مثل خیالی بسر برده ایم. ای قهر خداست، قهر خداست. معیاد عمر ما 70 سال، و اگر تندرست و قوی باشیم ممکن است 80 سال زندگی کنیم، اما همه دوران زندگی ما آمیخته با رنج و زحمت است و به زودی به آخر می رسد و فنا می شود. کیست که شدت خشم تو، خدای ما خشم داره، کیست که شدت خشم تو را بداند و کیست که غضب تو را بفهمد؟ بفهمین که خدا غضب داره، تا بترسد، تا که ما بترسیم از خدا. ما باید از خدا ترس داشته باشیم. مسیحی هایی که میگه ما از خدا دیگه ترس نمیخوریم، اشتباه کردین. اگر شما از خدا نمیترسین، پس پخپل سر هستین. این ما آیت را برتان نشان میتونم در مورد ترس خدا، که میگه کل انسان، کل وظیفه انسان ایست که از خدا بترسه. اینه ما برتان نشان میتونم آیتی باش که ما در اوجه بروم. اینه ما برتان نشان میتونم باش که همیشه در فارسی بخوانم. دری رو واس کدوم، هزارگی رو واس کدوم، پشتو رو واس کدوم. آل وطندارای عزیز ما که در هرات هستن و بالقیز هستن، قار نشوی که به فارسی هیچ واز نکدین. اینه ما برتان، و یا وطندارای عزیز ما که در چی هستن، در ایران هستن، خداوند برکت تان بده. اینما میروم در کتاب به نام جامعه و در فصل آخرش و در آخرین حصه فصل آخرش حال همه چیز را شنیدیم. یعنی از کلام خدا هر چیزی که بود، نبود، چیزی که من داشتم براتون، سلیمان میگه که من چیزی که داشتم و نداشتم از خدا، حال و احوال که او کی است، او چی است، چطور است، رابطه ما کت از او چطور است، تمامشان براتون نقل کردم و گفتم، تمام فلسفه را براتون گفتم. اینان بیاین که خلاصه کلام میگه بشنویم، کردکی براتون بگویم. حال که همه چیز را شنیدیم، ختم کلام این است، خلاصه کلام این است، اینی گپی است که باید بشنوین. بشنوین، از خدا بترس. او مسیحایی که میگه که نه دیگه ما از خدا ترس نداریم، اشتباه کردی. از خدا باید بترسی، از خدا باید بترسی. ترس خدا اما مثل یک اشتکواری نیست که یک سوتر را در دست داشته باشه، هر اشتباهی که از ما شده دغد سر ما بزنه، او تو نیست. ترس خدا مثل از این نیست که ترس خدای طالبا باشه، نه. ترس خدا شیرین است، ترس خدا ما را به حضور او میاره. ما باید از خدا بترسیم، در حضور از او باید ما بلرزیم اگر گناهکار هستیم. و اما وقتی که ما به او ایمان میاریم، او ای ترس ها را از سر ما چپ میکنه، او بارهای درد و رنج ما را از ما، بارهای خوف ما را از ما دور میکنه و برای ما با مرحمت، با فیض، با محبت خود صحبت میکنه. اما ترس شنوز در زندگی ما باید جاری باشد. ترس خدا یعنی چی؟ یعنی احترام جدی به خداوند که خالق ماست، که میتونه این مال ما را قبض رو بکنه. این می لحظه باید ما به او
احترام بگذاریم که خیلی خیلی لازم است دیجه که ما ای را فراموش نکنیم. چی میگه؟ حال که همه چیز را شنیدیم ختم کلام این است: از خدا بترس و فرامین او را نگه دار، چرا که انسان بودن به تمامی همین است، چرا که ای کل وظیفه انسان است، چرا که ای کل وظیفه انسان است، کل وظیفه انسان این دینمی است. این از ترجمه هزاره نو گرفتیم. این اگر شما میخواین در ترجمه دیگهش هم میرون، امیدوارم که ترجمه دیگهش هم باشه. این ترجمه بسیار بسیار کونه فارسی را هم برتان میگم که این ترجمه کونهشم این چیزه برای ما میگه. پس ختم تمام امر را بشنویم: از خدا بترس و اوامر او را نگه دار، چون که تمامی تکلیف انسان این است. تمامی تکلیف ما چیست؟ اگر ما از خدا نترسیم، اگر ما از خدا خوف نداشته باشیم، ما پخپل سر می باشیم و جهنم میریم. و جهنم برزی بر جهنم رفتن حتی ما به خیرم گفتن نمیتونم، چون خیری با نیست در جهنم رفتن. و ما اگر از خدا ما میترسیم، ما به خیر در جلال میریم. در اینجا ما به خیر گفته میتونم. بر میگردیم به زبور 90. کلام خدا چی میگه؟ کیست که شدت خشم تو را بداند و کیست که غضب تو را بفهمد تا بترسد؟ چنان که از تو میباید ترسید، چنان که از تو میباید، میباید ترسید. با ما بیاموز که روزهای عمر خدا به خود را بشماریم تا دل ما فهیم و دانا شود. ما باید از او بترسیم. بیا ای خداوند تا به کی و بر بندگانت شفقت فرما. صبحگاهان ما را از رحمت خود سیر کن تا در تمام روزهای زندگی خود شادمانی و خوشی نماییم. این چیزی است که مردی که از خدا ترسیده، مردی که خود تسلیم خدا کرده، فیض خدا بر از او جاری شده، در محبت خدا او عاشقانه آل زندگی میکنه، آل او پیش پدر آسمانی خود به این ترتیب صحبت میکنه. به اندازه روزهایی که سختی کشیده ایم و سالهایی که بدبختی دیده ایم، به ما خوشی عطا فرما. بگذار بندگانت کارهای تو را ببیند و فرزندان شان عظمت تو را. لطف و نیکوی خداوند خدای ما بر ما باد و عمل دستهای ما ما را بر ما استوار ساز. عمل دستهای ما را استوار گردان. آمین آمین و آمین. یک چند از کامنت هایتان میخوانیم. وطندارای عزیز من، بسیار بسیار تشکر از اینکه در این برنامه کتی ما بودین. ولی سر از این گپا غور کنیم. عیسی مسیح آمد که ما را از زیر قار خدا نجات بده، و اما ما باید به عیسی مسیح ایمان بیاریم، ترس خدا را داشته باشیم. ترس خدا ترسی به من، ترس خدا ترسی به من، بخشید به خوفی ها، ترس خدا آزادم کرد، ایمان پاکم داد. ترس خدا ترسی به من، مرا از بیخوفی ها دور ساخت، آزاد ساخت، ایمان نو برای من داد. ترس خدا شیرین است، مرا از ترس شیطان، از ترس دنیا، از ترس دین، از ترس مذهب آزاد کرد. اما ترس خدا جاری چون شیرین است برای من، ما باید احترام بگذارم. جاوی جان الفت، درود و سلامتی خداوند با شما باشد. برادر ندرو بر شما هم برادر عزیزم، خداوند شما را برکت بده. درود خداوند بر همه شما عزیزان و به ویژه برادر اندریاس گرامی، تشکر. خواهر هلن، خداوند شما را برکت بده. ایرج نبیزاده جان، از خنده گرده درد است، گردش کفید از خنده. خداوند دیگم خنده بده تا و روزای خوشی بده تا. وطن داری عزیز من، خیر است که میخندی سر من. دعا میکنم که خداوند خنده هایی تا به
شادمانی، خنده های شادمانی تبدیل کنه. وطنداری عزیز ما، خداوند برکتت بده برای ایرا جانت. من دعا کنین برادر و خورای مسیحی ما اسدالله جان هاشمی. سلام برادر حسین، درود و سلامتی خداوند بر شما، بر شما هم باشه. بازم حال خدای سلامتی که شبان اعظم گوسفندان یعنی خداوند ما عیسی مسیح را به خون آن عهد ابدی از مردگان برخیزانید. آمین. او کسی است که خون خدا بر ما ریخت، جان را به کف نهادی. هاللویا، ما را نجات دادی. هاللویا. Grace of we are mourning the death of our beloved queen. She was a true Christian and I will see her in glory. I didn't listen to that particular person from BBC. India can never be Britain. Lots of love in Christ. British has done some evil thing. Yes, East India Company has done some evil thing to people. Read the history of India. Yes, God did use some people with East India Company, not with East India Company, but took the opportunity, went there. People like William Carey, who, with the help of a Hindu friend, abolished sati and abolished many other junk in that culture and spread the gospel of the Lord Jesus Christ there. But East India did some horrible things there. Yeah, I don't believe that the Queen did that. East India Company did that. And I do believe, just like you, because she came face to face with Billy Graham once upon a time. We read the history that Billy Graham did share the gospel with her. It has been noted in the series called The Crown also. And before that, I also didn't know that she met with Billy Graham. Praise the Lord. And I do believe that I will meet her in heaven. But I'm just saying. I'm just saying. Thank you. Anyway, the Lord bless you. Okay, where is that? My sister Deborah writes, he who kneels the most stands the best. He who kneels the most stands the best. That's with the help of the Lord. Dwight L. Moody, hallelujah. God bless you today, my brother, and all of you and all who are in Afghanistan. May the Lord open their eyes. Amen. This is a true saying, my sister. Thank you for your comment. الفت جاویجان الفت باز نوشته میکنن، جلال بر نام پر قدرت مسیح خداوند را سپاس که فرزندان دلسوز و پر از روح خود را بر سر راه شاگردان مسیح قرار داد. آمین. تشکر برادر عزیزم، خداوند شما را برکت بده. و پروین جان یگانه هم آمین میگن و خداوند تمامی تان برکت بده. برنامه ما دمیج خلاص میشه و اما ما دعا میکنیم که خداوند چشمهای ما را باز بکنه، چشمهای روحانی ما را باز بکنه تا که ما مسیح را ببینیم. اما یک بیت فارسی است، دیادم هم نیست ولی کوشش میکنم که زمزمه کنم. چشمان قلبم را بکشا. اصلش از انگلیسی ترجمه شده، مایکل دبلیو سمیت خوانده و به فارسی هم کسی ترجمه کرده و بسیار به مقبولی خوانده. چشمان قلبم را بکشا تا عیسی را بینم، تا تو را بینم. ای خداوند چشمهای قلب ما را بکشا، چشمهای قلب وطندارای عزیز ما را بکشا تا که مسیح پر جلال را ببینم، مسیح نجات دهنده را ببینم. خدایا بر طالبا دعا میکنیم که قلبشان نرم کو، که وا به تو ایمان بیارن و وطن ما گل گلزار شه. و خدایا بر اعضای گروه داعش دعا میکنیم که تو غیرت از وارا بشکنه ای خداوند، دیوارهای دینی از وارا بشکنه ای خداوند، که وا به عیسی مسیح ایمان بیارن، از خدای زنده بترسن و به او ایمان بیارن تا که وطن ما آباد شه. و خدایا تو رحم کو بالای مردم ما در نام قدوس عیسی مسیح خداوند. آمین. خداوند کلگیتانه برکت بده. آمین.
دوستم مسیح، یارم مسیح، در هزاران عزیزم مسیح، تنها هادیم توی ای مسیح، تنها هادیم توی ای مسیح، دوستم مسیح، یارم مسیح، در هزاران عزیزم مسیح، تنها هادیم توی ای مسیح، تنها هادیم توی ای مسیح.